امروز روز کوهنورد خدمت همه شما مخاطبان گرامی. یک بار دیگه سلام و درود و خدا قوت میگم، من صبح بخیر میگم خدمت همه بزرگوارانی که امروز پا به دامنه های کوهستان گذاشتن تا امروز رو در کنار پیشکسوتان روزشون رو شب بکنن و تجربیات رو با همدیگه تقسیم میکنن. اما امروز ما در خدمت همنوردان خوبمون در دهکده تفریح گردشگری باغستان استان البرز هستیم، شهرستان کرج، تا برای شما گزارش های خوبی رو از روز کوهنورد در شهرستان کرج ارسال بکنیم. باز هم با ما همراه باشید از استان البرز، شهرستان کرج. روز کوهنورد در همه شما یک بار دیگه در خدمت شما هستیم از دهکده تفریح گردشگری باغستان با همایش روز کوهنورد. و تقریبا به پایان برنامه امروزمون رسیدیم و در خدمت الان هم در خدمت جناب آقای ملا رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شرق شهرستان کرج هستیم. آقای ملا عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمتتون. سلام، تقدیر تشکر از شما، ممنون، محبت دارید، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای ملا، از همایش روز کوهنورد با مخاطبان پایگاه خبری رادیو کوهنورد صحبت بکنه که اصلا امروز چه گذشت، چه کارهایی انجام شد. به نام خدا، مجدد سلام و عرض ادب، تقدیر تشکر از شما. خب امروز به مناسبت هفته تربیت بدنی و همچنین روز کوهنورد که هر ساله به تو هفته تربیت بدنی، این روز به نوعی تو تمامی استانهای ایران تمامی کوهنوردا برنامه‌های مختلفی دارن، پاسداشت روز کوهنورد و توی البرز هم تقریبا فکر میکنم چیزی حدود 20-25 سال شاید هم بیشتر هستش که این روز کوهنورد داره هر ساله داره برگزار میشه. سنوات قبل به صورت کمپینگ بوده، تمامی باشگاه ها می اومدن، غرفه های دایر می کردن و کوهنوردای بسیار زیادی می اومدن تو منطقه عظیمیه و استقبال چشمگیری می شد و یک پایگاه یا پایلوتی شده بود برای استان های دیگه که از این طریق داشتن نمونه برداری می کردن، می خواستن توی استان های خودشون همچون تری رو پیاده کنن که بعضی استان ها این کار رو کرده بودن. متاسفانه توی یکی دو سال اخیر به دلیل بیماری منحوس کرونا پارسال که اصلا انجام نشد، امسال هم به صورت خیلی محدود توی منطقه باغستان تو پارک گردشگری باغستان امسال به همت همایش برگزار شد و توی این همایش خب برنامه خوبی انجام شد، پیش که ساعت تقدیر تشکر شدن مسابقه برگزار شد و دید و بازدید شد، جوان ها اومدن و تجربیاتی به اصطلاح به دست اومد و به اصطلاح یک مقاله یادگاری برای هممون. و هدف از این روز کوهنورد هم من فکر میکنم بیشتر مسئولین این مجموعه هدفش این است که بیشتر بتونیم از پتانسیل و تجربیات و توانمندی های دیگر مجموعه که داریم، باشگاه ها، عزیزان و مسئولیتون استفاده کنیم برای برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف کوهنوردی که مد نظرمون هستش. آیا مولا از زبان شما میخوایم این رو بشنویم که اصلا دغدغه جامعه کوهنوردی استان البرز به ویژه دغدغه کوهنوردان شرق شهرستان کرج چیه؟ ببینید کوهنوردی که در مجموع میخوام بگم، خب کارهای کوهنوردی خودشون رو دارن انجام میدن و برنامه خودشون رو میرن و همینجور باشگاه هم دارن به صورت معمول کارهای خودشون رو انجام میدن و مهمترین دغدغه‌ای که میشه اینجا به اصطلاح بهش پیشنهاد کرد یا نگاهی بهش داشتیم، دغدغه مسئولین هستش که بایستی نگاه خاصی نسبت به این مجموعه کوهنوردها، حالا چه گروه‌های آزاد چه کوهروها یا باشگاه‌ها داشته باشن، که خب دغدغه‌های بسیار زیادی تو این قضیه از نگاه من دیده میشه، چون که من نگاهم این هستش که با توجه به پتانسیلی که تو البرز هست و کوههای 40 تا قله، حداقل 40 تا قله بالای 4000 متری توی البرز مرکزی داریم، کوهنوردای بسیار زیادی اومدن و خود استان البرز هم که خود سیل جمعیت بسیار زیادی و حجمی هستش تو منطقه و توی ایام هفته بالاخره روز جمعه همه اینا
برای ورزش، برای تفریحات سالمشون میان دامنه کوه. پس وظیفه ما، دغدغه ما این هستش که بیایم برای اینا یک پایگاهی داشته باشیم، یک جایی داشته باشیم که اینا رو جذبشون کنیم، مخصوصا برای آموزش هایی که حالا مد نظر اون هست، آموزش های ابتدایی که تو منطقه میرن، توی دشت یا دره یا کوه که میرن، خدای نکرده آسیب نبینن و باعث گرفتاری خودشون، خانواده و جامعه شون نشن. و از این رو ما دغدغمون این است که بتونیم مهمترین فاکتوری که نگاهمون و مد نظرمون هست، بتونیم بحث آموزش رو برای این دوستانمون به صورت رایگان توی استان البرز برگزار کنیم که حداقل این آموزشی که ما برگزار میکنیم میشه گفت یک سرمایه گذاری هست، چون از خیلی از چالش هایی که خدای نکرده به احتمال داره برای خانواده یا برای کونواد به وجود بیاد، با توجه به آموزش هایی که میبینن، با توجه به آموزش هایی که میبینن، اون حادثه ها احتمالا کمتر میشه و دغدغه جامعه و خانواده کمتر خواهد شد. خب تقریبا به پایان برنامه و گفتگو امروزمون رسیدیم. آیه مولا، میخواییم در پایان گفتگوهای امروزمون صحبت شما رو با هم نوردان خوب کشورمون بشنویم و لذت ببریم. منم تو پایان برنامه امروز تقدیر تشکر میکنم از شما و خسته نباشید و خدا قوت به شما که زحمت میکشید تو حوزه ورزش، خصوصا کونوردی، تو سطح کشور واقعا گامهای موثری برداشتید و تو بحث آموزش دغدغه بسیار بالایی دارید. تمام نگاهتون این است که آموزش ها فراگیر بشه در سطح جامعه، در سطح کشور. انشالله که با همت شما و مسئولین محترم کشوری بتونیم بحث آموزش و برنامه هایی که مد نظرمون هست، که همه ورزشکارا هدفشون این است که به اون قلل و اون مدال نهایی که اون طلاش برسن، انشالله بهش برسیم. و در سطح کشور هم میتونم بگم آرزوی موفقیت، سلامتی، بهروزی و شادکامی برای کلیه ورزشکارا بلخص مجموعه کوهنوردای گرامی کشورم دارم. خب مجموعه گفتگوهای امروز ما رو از دهکده تفریحی گردشگری باغستان با ما همراه بودید و صحبت‌های پیشکسوتان خوب استان البرز رو با ما شنیدید و لذت بردید. من جا داره از همین جا از همه شما بزرگوارانی که از اول صحبت‌هامون، از اول گفتگوهامون با ما همراه بودید تقدیر و تشکر بکنم و از همه شما بزرگواران بخوام آموزش و ایمنی رو در سلوحه صعودهای خودتون قرار بدید. امیدوارم که همیشه سرزنده و پیروز و موفق و پایدار باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه. سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت میکنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.